فصل 17 از آمفیپولیس و آپولونیا گذشتند و به تسالونیکی که کنیسه یهود در آن واقع بود رسیدند. پولس به پیروی از شیوه همیشگی خود وارد کنیسه شد و در سه روز سبت به طور متوالی با استفاده از کتاب مقدس با آنان مباحثه می کرد و توضیح می داد و دلایل می آورد که لازم بود مسیح رنج ببیند و پس از مرگ زنده گردد. او می گفت عیسایی که من به شما اعلام می کنم همان مسیح است. عده‌ای از آنان و همچنین گروه کثیری از یونانیان یکتاپرست و زنان دولتمند متقاعد شدند و به پولس و سیلاس گرویدند، اما یهودیان در آتش حسد می سوختند. آنان عده‌ای از اراذل و اوباش بازاری را گرد آورده دسته‌ای به راه انداختند و هیاهویی در شهر برپا کرده به خانه یاسون هجوم بردند تا پولس و سیلاس را به میان جمعیت بیاورند. وقتی آنان را نیافتند یاسون و عده‌ای از برادران را پیش انجمن شهر کشیدند و فریاد می‌کردند این کسانی که دنیا را به هم ریختند حالا به اینجا آمدند و یاسون آنان را به خانه خود برده است. اینها همه برخلاف احکام قیصر عمل می کنند و ادعا دارند پادشاه دیگری به نام عیسی وجود دارد. با شنیدن این جمله جمعیت و انجمن شهر به شدت به هیجان آمدند. ولی به هر حال یاسون و دیگران را در مقابل دریافت و چلزمان آزاد کردند. به محض اینکه هوا تاریک شد، برادران پولس و سیلاس را به بیریه روانه کردند. وقتی با آنجا رسیدند به کنیسه یهود رفتند. یهودیان مقیم آنجا از یهودیان تسالونیکی روشنفکرتر بودند. آنها با اشتیاق کامل به پیام پولس و سیلاس گوش می‌دادند و هر روز کتاب مقدس را مطالعه می‌کردند تا ببینند آیا آن سخنان با کتب سازگار است یا خیر. بنابراین بسیاری از آنان ایمان آوردند و عده زیادی از زنان متنفذ یونانی و مردان نیز اهل ایمان شدند. ولی وقتی یهودیان در تسالونیکی اطلاع یافتند که پولس در بیریه نیز کلام خدا را منتشر ساخته است، با آنجا آمدند تا مردم را بشورانند. به این جهت برادران فوراً پولس را به ساحل دریا فرستادند و سیلاس و تیموتائوس هر دو در همان جا ماندند. همراهان پولس او را تا شهر آتن همراهی کردند. سپس پولس با آنان دستور داد که به بیریه بازگردند و هر چه زودتر سیلاس و تیموتائوس را پیش او بفرستند. پولس وقتی در آتن در انتظار سیلاس و تیموتائوس بود، از اینکه شهر را آنطور پر از بت می‌دید، عمیقاً متأثر شد و به این دلیل در کنیسه با یهودیان و یکتاپرستان و هر روز در میدان شهر با رهگذران به گفتگو می‌پرداخت. عده‌ای از فلسفه دانان اپیکوری و رواقی به او برخورد کردند و با عقایدش به مخالفت پرداختند. بعضی از آنها می گفتند این یاوه‌گو چه می خواهد بگوید؟ دیگران می گفتند گویا مبلغ خدایان اجنبی است، زیرا مژده عیسی و رستاخیز را بشارت می داد. پس او را گرفته به شورای کوه مریخ بردند و گفتند ممکن است ما بدانیم این تعالیم تازهی که تو پیشنهاد می کنی چیست؟ سخنان تو به گوش ما عجیب می آید، ما می خواهیم معنی آن را بفهمیم. آتنی‌ها و خارجی‌های ساکن آنجا همه وقت خود را صرف گفت و شنود در خصوص عقاید تازه می‌کردند. پس پولس در میان شورای کوه مریخ برخاست و فرمود: ای مردم شهر آتن، من می‌دانم که شما در کلیه امور دینی بسیار دقیق و باریک‌بین هستید. زیرا وقتی در شهر شما می‌گشتم و معبودهای شما را مشاهده می‌کردم، به قربانگاهی رسیدم که بر آن نوشته شده بود تقدیم به خدای ناشناخته. من همان کسی را که شما می پرستید اما نمی شناسید به شما اعلام می کنم. آن خدایی که دنیا و آنچه در آن است آفرید و صاحب آسمان و زمین است، در معابد ساخته شده به دست انسان ساکن نیست،
به چیزی که آدمیان با دست‌های خود برای او فراهم نمایند نیازی ندارد، زیرا خداست که نفس و حیات و همه چیز را به جمیع آدمیان می‌بخشد. او جمیع ملل را از نسل یک انسان آفرید تا در تمام سطح زمین ساکن شوند و برای آنان اوقاتی مقرر فرمود و برای مرز و بومشان حدودی معین کرد تا خدا را بجویند و کورکورانه پی او نگردند تا شاید او را بیابند، و حالان که او از هیچ یک از ما دور نیست، زیرا در او زندگی می کنیم و در او حرکت و هستی داریم، چنان که بعضی از شاعران خودتان گفتن ما نیز فرزندان او هستیم. پس چون همه ما فرزندان خدا هستیم، نباید گمان کنیم که ذات الهی مانند پیکره ای از طلا و نقره و سنگ است که با هنر و مهارت آدمی تراشیده می شود. خدا دوران جهالت را نادیده گرفته، اما اکنون در همه جا بشر را امر به توبه می فرماید، زیرا روزی را معین فرمود که جهان را با راستی و درستی به وسیله شخصی که برگزیده خود اوست داوری فرماید و برای اثبات این حقیقت او را پس از مرگ زنده کرد. وقتی این مطلب را در خصوص رستاخیز مردگان شنیدن، عده‌ای مسخره کردند، ولی عده‌ای گفتند خب درباره این چیزها در فرصت دیگر به سخن تو گوش خواهیم داد. به این ترتیب پولس شورا را ترک کرد. چند نفر از جمله دیونیسوس که عضو آن شورا بود و زنی به نام دامرس و چند تن دیگر به او گرویدند و ایمان آوردند.